به خبر ساعت 10 طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. همگانی شدن فهرست نامهای شرکت کنندگان نشست دوحه، ریاست جمهوری فهرست شرکت کنندگان نشست قطر را پخش کرد. بدیل است که در افغانستان طول اخشار با شکست از تو بری اغنی نهایی است. ادامه روند گزینش شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح، هرچند 6 دسته انتخاباتی و شمار از سیاستگران شرکت در لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند، اما روند گزینش شرکت کنندگان این جرگه جریان دارد. اگر لوی جرگه قرار است برگزار شود، باید منتخب باشد، اجندایش معلوم باشد. خودکشی مرد که بر یک مراسم عروسی تیراندازی کرده بود. در تیراندازی این مرد بر یک مراسم عروسی در ولایت خوست، 3 تن جان باختند و 12 تن دیگر زخم برده شد. در کورانه ایچ خمه گفته نوکله که جسد منگه تا را تسلیم که ترکو عدلی تفته ایده تیبی تیرانه بخاطر رولیگو. و نابودی بخش از بزرگترین نماد فرهنگی فرانسه در پاریس در نتیجه یک آتش سوزی. من صدف امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ریاست جمهوری فهرست شرکت کنندگان نشست قطر را پخش کرد. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که این فهرست نامهای نمایندگان حکومت، سیاستگران افغانستان و نمایندگان تمامی لایه‌های اجتماعی کشور را در بر میگیرد. اما برخی از سیاستگران و جریان‌های سیاسی این فهرست را نهایی نمی‌دانند و خواهان همه‌شمول بودن آن هستند. سرانجام 3 روز پیش از نشست قطر، ریاست جمهوری فهرست نامهای 249 شرکت کننده این نشست را پخش کرد. فهرست ریاست جمهوری شماره 250 را نشان می دهد، زیرا در این فهرست یک نام دوبار آمده است. در این فهرست نامهای 89 تن از سوی جریانهای سیاسی و 160 تن دیگر از سوی ریاست جمهوری جا داده شدند. در این فهرست 249 نفری نامهای 52 زن نیز دیده می شوند. در دوحه کنفرانس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجع و ادارو لخوا معرفي سي و چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکست استازیتوب لري هغه نن نهایي سو. در فهرست نامهایی که از سوی حکومت تهیه شده است، نامهای مقامهای حکومتی به ویژه شمار از وزیران، فعالان جامعه مدنی، عالمان دین، فعالان سیاسی و چند خبرنگار نیز دیده می شوند. هرچند نامهای چهره های چون محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور و محمد یونس قانونی دیده می شوند، اما با وجود نامهای چهره های نزدیک به حامد کرزی و گلبدین حکمتیار، نامهای خود آنان در این فهرست جا نگرفتند. در این فهرست از میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تنها نام حنیف اتمر دیده می شود. اما برخی سیاستگران افغانستان و جریان های سیاسی این فهرست را نهایی نمی دانند. هغه لیست بندی جنجال دی چې عذاب جوړ کړی دی. عذاب په دې کې سې رول نه دی ادا کړی او د شخصي سلیقې پر بنیاد دا لیست جوړ کړی دی. نو په لحاظه دغه لیست مشت قابل قبول نه دی. این مقام پیشین طالبان به رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان که نامش در فهرست شرکت کنندگان نشست قطر آمده است، از تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی می‌خواهد که از این فرصت درست بهره گیرند. جنجال و نسی لدی مهم فرصت ده مونږه ګټه واخلو. یا واجب فرصت په لاس باندې راغلی ده، افغانان وینه پکې بندیږي. قرار است که نشست دوحه میان سیاستگران افغانستان، نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان تا 3 روز دیگر در قطر برگزار شود. در همین حال عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی فهرست نامهای شرکت کنندگان در نشست دوحه را تنگ نظرانه می داند و آن را رد می کند. آقای نور می گوید که این فهرست بر بنیاد سلیقه های شخصی تهیه شده است و در آن بیشتر مسئولان حکومتی و کسان جا داده شده اند که پایگاه مردمی ندارند. عطا محمد نور تاکید می ورزد که با چنین ترکیب در نشست دوحه شرکت نخواهد کرد.
هرچند 6 دسته انتخاباتی و شمار از سیاستگران شرکت در لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند، اما روند گزینش شرکت کنندگان این جرگه جریان دارد. کمیسیون آمادگی برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید که تا اکنون بیشتر از 1500 تن از شرکت کنندگان برگزیده شدند. اما حزب اسلامی و دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار هشدار می‌دهد اگر در شیوه گزینش اعضای لوی جرگه و نیز در صلاحیت این جرگه تغییر به میان نیاید، این دسته انتخاباتی لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم خواهد کرد. دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار هشدار می‌دهد که اگر حکومت شیوه گزینش اعضای لوی جرگه را تغییر ندهد، این دسته انتخاباتی نیز این جرگه را تحریم خواهند کرد. اگر لو جرگه قرار است برگزار شود، باید منتخب باشه، اجنداش معلوم باشه و در مورد برگزاریش با احزاب مهم تاثیرگذار مشورت صورت بگیره. تا کنون 6 دسته انتخاباتی، یعنی دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، محمد حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، فرامرز تمنا و نورالحق علومی، لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. عدم اعتبار و صلابت پرستش حکام در این فرصت هیچ گونه نیازی به برگزاری چنین یک جرگه با این همه مصارف گزاف از خزانه ملت نیست. کاغل غنی غواړي چې لوی مشورتي جرګه د خپل شخصي مخو د پلي کولو په خاطر باندې د افغاني ټولنې د ګټو او غوښتنو خلاف جوړه کی. اما کمیسیون آمادگی برای برگزاری لوی جرگه مشورتی امیدوار است که تلاش‌ها برای قناعت دادن به این سیاستگران از بحر شرکت در جرگه نتیجه بدهند. ملاحظه یا اندهنه چی دوی لری، هغه به حل شی، امیدوار یو چی دیزین نور و سیاسی مشرانو سره هم ناستی بوشی، زکه دا دی افغانستان دی ولس غوښتنه ده. دا یوازی دی ولس مشر، یوازی دی حکومت غوښتنه نه ده. حکومت برای برگزاری این لویه جرگه 369 میلیون افغانی را در نظر گرفته. همزمان با این تا کنون 1500 تن برای شرکت در این لویه جرگه برگزیده شدند. شمار از نامزدان پیروز انتخابات مجلس نمایندگان خواهان اعلام نتایج نهایی ولایات باقی مانده هستند. این نامزدان تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس را انتقاد می کنند و از حکومت می خواهند که مجلس نمایندگان را افتتاح نماید. نامزدان پیروز انتخابات مجلس نمایندگان فعالیت مجلس را در شرایط کنونی سرنوشت ساز می دانند و تأخیر بیشتر در اعلام نتایج نهایی را پذیرفتنی نمی دانند. کشور طولانی تر است انتخابات سال 1397 ما فکر میکنم نبوده که اعلان نتایج بیش از 6 ماه به طول انجامید و به تأخیر افتید. موضوع دیگه، قوه مقننه یکی از ارکان ثلاثه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان تضمین میکنه. ولس رای ورکړه، د انتخاباتو د کمیسیونونو مامورین لاړل، لاسوهنه یې وکړه او دغه ټاکنې نن ورځ د افغانستان په ټولو اخشارو کې بدنامه کړلې. بنا پر دې د افغانستان د دولت د رهبرۍ څخه غواړو تر څو ډېر زر د افغانستان د ټولو ولایتونو د کابل او کوچیانو په شمول باندې نهایي نتایج اعلان کړي. مرد که بر یک مراسم عروسی در خوست تیراندازی کرده بود خودکشی کرده است. مقام های محلی خوست میگویند که این مرد که دو روز پیش بر یک مراسم عروسی در این ولایت تیراندازی کرد و 3 تن را کشت و 12 تن دیگر را زخمی ساخت، در خانه اش مرده پیدا شده است. این مقام ها می افزایند که بررسی های نخستین نشان می دهند او خودکشی کرده است. روستای درکای در ولسوالی تنه ولایت خوست. اینجا بروز دوشنبه یک مرد با تفنگ شخصیش بر شرکت کنندگان مراسم عروسی تیراندازی کرد و این مراسم خوشی را به غم مبدل کرد. یوکاز جنگ شو ما پردای باشید یا او خواست در خلق تا سرمی آوانی چی پرگدی نایی آوانی بلا آوانی بلا آوانی او یه نازی چیچی را سروای و چیپ خاتم را بیا بل کلا شکو بخواست نرا خواه گلز بندشم سروای تالوی آیا وچه زون سر داست که او اتنه را دای سر پر اس ولا سه وتاله سه کرا سه کسون دی دا که دوانه پر ما سب خوش شوی دی خلص دی دا نرا چې دی زنه مراد دی زنه دا زخمیان دی.
در همین حال فرماندهی پلیس خوست میگوید که مهاجم گلرحمن نام داشت و 30 سال داشت. فرمانده پلیس خوست میگوید هنگامی که نیروهای پلیس خواستند او را زنده بازداشت کنند، مهاجم پیش از رسیدن پلیس خودکشی کرده بود. در کورنۍ څخه موږ غوښتنه وکړه چې جسد موږ ته را تسلیم کړي تر څو عدلي طب ته یې د طبي څېړنو په خاطر ور ولېږو. متاسفانه د دوی ټوله کورنۍ، ماما یې، میرمنه یې او نور خپلوان یې دې ته حاضر نه شول چې جسد موږ ته را وسپوري تر څو عدلي طب ته یې د څېړنو په خاطر ولېږو. جسد دوی کورنۍ ته ور تسلیم شو او دوسیه همدلته پای ومومو. همزمان با این رئیس شورای ولایتی خوست میگوید که مهاجم در حال نشه تیراندازی کرده است. خوست شهر که تقریبا با 1 کیلومتر که در مواد مخدر خرسیگی و بزغر در برالاب چه هم خلق هم خبر دی، زم خبریم، طول خلق خبر دی چه زیونه چیر تا دی با کم کمزی که خرسیگی. باشندگان خوست از نیروهای امنیتی میخواهند تا در کنار نابودسازی کشتزارهای کوکنار در این ولایت با فروشندگان عمده و پرچون مواد مخدر نیز اقدام جدی نمایند. نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت هلمند اعلام شد. بر بنیاد فهرست پخش شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، محمد ظفر صادقی، حاجی غلام ولی افغان، میرویس خادم، محمد کریم عتل، عبدالرشید عزیزی، شیر محمد آخوندزاده، نسیمه نیازی و شگوفه نورزی با به دست آوردن بیشترین آرا برندگان نهایی انتخابات مجلس نمایندگان هلمند هستند. این در حالی است که پیش از این شمار از نامزدان پیروز انتخابات مجلس نمایندگان با انتقاد از تأخیر در اعلام نتایج نهایی ولایت‌های باقی مانده خواهان گشایش مجلس نمایندگان از سوی حکومت شدند. وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی میگوید که در سرازیر شدن سیلاب‌ها در کابل 113 خانه به گونه‌ای کامل و یا قسمان ویران شدند. در همین حال جمع شدن آب در 2 روز گذشته در آن کوچه هایی که در چندین سال گذشته قیرریزی نشدند مانع رفتن ده ها کودک و آموزگار و مکتب ها شده است. با این همه وزارت دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی 600 خانه را در ناحیه های 5 و 6 در تهدید سیلاب ها می گوید. جادی پل باغ عمومی است که این کارگران با گرفتن 10 افغانی از این رهگذران با این کراچی ها آنان را از این سوی جاده با آن سوی جاده انتقال می دهند. اما باشندگان منطقه هایی که کوچه های آنها خامند و آبروها نیز ندارند با چالش های بیشتر روبرو هستند و حتی دانش آموزان به مکتب ها رفته نمی توانند. همه را نم گرفته و همه به اذیت میشه، خانه ها همه شکست کرده. یکان ننسیلفی نام در این کوچه زندگی میکنم و او بسیار نمیتونن که در مکتب بیاید. مشکلات مردم دیگه حل کنید شما، بر سیستمی که میتونید، بر سیستمی که میشه. این خانه در نتیجه بارندگی های 2 روز گذشته فرو ریخته است. نم داشتی به سرک خراب است، او دن میشه. او گدان شد خانه را می غلطانه، اونان با خودتان نمی ره که خانه غلطی داد. دو بایش ها بود که چپا شد. سرازیر شدن آب به ویژه لبریز شدن دریای کابل در قلعه واحد بیشتر به خانه هایی که خلاف نقشه شهرداری ساخته شدند آسیب رسانیده است. نگه نتانستیم که حتی یک سوزن هم بکشیم از خانه. من تا مسرق کشیدیم کل کالا زیر خاک شد. بر بنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، سیلاب‌ها 113 خانه را در ناحیه‌های 5، 6، 9، 13، 16 و 17 کابل که در اطراف دریای کابل ایمار شدند، کامل و قسمان ویران کرده است. دیر روز ساعت 8 بجه از دره ارسالی پغبان که سیلاب سرچشمه گرفت و زیربان قرغه سرچشمه گرفت، ما دفتن حکومت در جریان گذاشتیم، اما حکومت بل موقع مردم ابلاغ نکردن، فقط امشب ساعت 8 بجه در مساجدها ابلاغ کردن که خانه هایتان ترک بکنین. با این همه در اطراف دریای کابل در تمامی بخش هایی که زیر تهدید بالای آمدن آب دریا پیش بینی شدند، نیروهای امدادرسان از وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی دیده می شوند. تا لحظات دیگر، نگرانی ها از افزایش جرم های جنایی در پایتخت.
بعد در ادامه خبرها دو تن در پیوند به ترور عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز به اعدام محکوم شدند. آقای ارغند سال گذشته در ولایت کندهار ترور شد. عبدالمنان ارغند از خبرنگاران کهنه‌کار در حوزه جنوب کشور به شمار می‌رفت. لوئیس رانولی می‌گوید که این دو تن که به اتهام ترور آقای ارغند بازداشت شده بودند بر بنیاد فیصله محکمه ابتدایی به اعدام محکوم شدند. باشندگان شهر کابل هنوز هم از افزایش جرم‌های جنایی در پایتخت نگران هستند و می‌خواهند که به این معضل هر چیز زودتر رسیدگی شود، چون که به گفته آنان در بخش‌هایی از شهر کابل نه شب و نه هم روز از دست دزدان و جنایتکاران میتوان مصون ماند. خبرنگار طلوع نیوز در گزارش با چند تن از کسان گفتگو کرده است که قربانی چنین رویدادها بودند. ای کابل است، شهری که هر روز و هر شبش را مردم با ماجراهای سپری می کنند. در دو روز اخیر در این شهر بیشتر بارندگی ها و جاری شدن سیلاب ها چالش زا بوده. اما آنچه که مهمتر دانسته می شه و مردم از او در این روزها نگران هستند، افزایش جرم های جنایی در پایتخت است. نور محمد 38 ساله است، چند سال بدین سو در کابل تاکسیرانی می کند و بیشتر شبها را به این کار می پردازد. اما به گفته خودش مدتی است که از ترس دزدان نمیتواند تا وقت شب کار کند و یا برای انتقال مسافران به بخش‌های دورتر شهر برود، چیزی که در آمدهای او را نیز کاهش داده است. یک نفر که میگه بر چاره‌اش میکنیم، خودمون هم قشمه اوقات داریم او این دو نفر سه نفر که میباشه بیخم تو ترس میخوریم. در یکی از امن‌ترین بخش‌های کابل دفتر دارد و امور بازرگانیش را به پیش می‌برد. اما می‌گوید که پس از تلاش مشکوک افراد ناشناسی از بر ربودنش که چند پیش در برابر دفترش انجام شد، ناچار شده است تا تدابیر امنیتی را در اینجا افزایش دهد و نیز در این زمینه از نهادهای امنیتی کمک بگیرد. دو نفر شخصی آمدن و استاد کردن. ما فکر کردیم از برج برق شد کسی کار داریم امروی ما، گفتن کار داریم، ما گفتیم که بله. بین خود دفتر گپ میزنیم، دیدیم که وضعیت دیگه قسم است. اصرار دارد که او را به نام مستعار کریمه بشناسیم. این دختر جوان هر روز باید همین راه را بپیماید و به محل کار و آموزشش برود. اما تاکید می‌ورزد که این کوچه ها همواره گواهی حضور دزدان مسلح هستند و حتی خودش هم باری در همین کوچه با رویدادی روبرو شد. کوچه خلوت بود. یک نفر از روبروی میامد، از جیب خود کارد یا چاقو را کشید و بعد از بازوی ما گرفت و گفت که هرچی که داری در رزق حالت خالی کوبته. باشندگان کابل بدین باورند که افزایش زورگویی ها در شهر و جلوگیری نشدن از این پدیده در افزایش جرم های جنایی در پایتخت نقش زیادی داشته است. در چنین اوضاعی نهادهای امنیتی بر تلاش‌هایشان برای رویارویی با دسته های جنایتکار در کابل تاکید می‌ورزند و می‌گویند که پیمان این جرم‌ها رو به کاهش است. تا لحظات دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش مدیریت آب‌ها در کشور. کاهش سرمایه‌گذاری ها در بخش ساختمان در دو سال گذشته سبب افزایش بیکاری در کشور شده است. مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ساختمانی در نشست فرصت های سرمایه‌گذاری ساختمانی میگوید که در دو سال گذشته سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی در بخش ساختمان سازی کاهش یافتند. در همین حال وزارت انرژی و آب میگوید که در حال حاضر فرصت های بزرگ سرمایه‌گذاری های در بخش ساختمانی در کشور وجود دارند. سرپرست این وزارت از شرکت های ساختمانی میخواهد که در پروژه های کشیدن لاین برق در کشور سرمایه گذاری کنند. وزارت زراعت و بیاری میگوید که امسال در بخش مدیریت آب 48% بیشتر از سال پار از سوی این وزارت سرمایه گذاری خواهد شد. وزیر زراعت و آبیاری هنگام امضای پیمانهای 31 پروژه شبکه های آبیاری با شرکت های خصوصی میگوید که امسال 344 شبکه آبیاری در کشور بازسازی و نوسازی خواهند شد. در همین حال شمار از شرکت های پیمانکار میگویند که در عملی شدن این پروژه های آبیاری نیروهای کار محلی را استخدام خواهند کرد.
وزارت زراعت و آبیاری ایجاد 31 شبکه آبیاری را در 7 ولایت کشور به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد. مسئولان این وزارت هزینه این پروژه ها را بیش از 470 میلیون افغانی میگویند که از صندوق جهانی توسعه کشاورزی پرداخت خواهند شد. تا بتانیم با مدیریت آب بیشتر زمین تحت آب بیاریم و رشد زراعت از این طریق هم بیشتر بسازیم. مسئولان وزارت زراعت میگویند که با ایجاد این 31 شبکه آبیاری بیش از 57,000 جریب زمین در ولایت های کابل، پروان، بغلان، لوگر، ننگرهار، بلخ و هرات آبیاری و از 20% زایات آب در کشتزارها جلوگیری خواهد شد. در همین حال شرکت های پیمانکاری این پروژه ها میگویند که تلاش دارند در جریان عملی شدن این پروژه ها بیشتر نیروی کار محلی را جذب کنند. تعهد میسپاریم که تمام شرایطی قرار داده و مثلا وجه احسن انجام خواهد دادیم. در ولسوالی های دیگه مشکلات امنیتی وجود داره، ولی شرکت ها هم کوشش میکنه و وزارت هم کوشش میکنه که مشکلات امنیتی اونجا حل شه. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که برای مدیریت بهتر آبها در بخش کشاورزی امسال بیش از 344 پروژه آبیاری را در کشور عملی خواهند ساخت. تا لحظات دیگر، درگیری 15 ساعته نظامیان پاکستانی با 5 هراس افغان در حیات آباد. از جهانین که آتش سوزی بخش از بزرگترین نماد فرهنگی فرانسه را نابود ساخت. بخش های از کلیسای دیشب به علت آتش سوزی ویران شدند، اما دو برج اصلی آن سالم ماندند. در همین حال میلیون ها ترن از سراسر جهان بیشتر از 400 میلیون دلار را برای بازسازی این ساختمان هنری و باستانی تعهد کردند. کلیسای مشهور نوتردام در شهر پاریس دیشب هنگامی که زیر بازسازی بود آتش گرفت و بخش‌های از آن به شمول سقف و طاق آن ویران شدند. اما نیروهای آتش نشانی توانستند که بسیاری از نقاشی‌ها و بازمانده‌های باستانی دیگر را از داخل این کلیسا نجات دهند. آتش سوزی پس از 15 ساعت خاموش ساخته شد. از دیشب تا کنون هزاران تن از باشندگان اندوهناک پاریس و حومه آن به تماشای این رویداد آمدند. این بسیار دردآور است، زیرا کلیسای نوتردام یکی از جاهای تاریخی ماست. این مکان تاریخی بیش از 10 قرن قدمت دارد. اما برخی از سرمایه‌داران فرانسوی و صدها میلیون تن دیگر از کشورهای گوناگون تعهد کردند که به بازسازی این بازمانده باستانی کمک کنند. نوتردام دو پاریس، نوتردام تاریخ، ادبیات و تخیل ما است. اینجا جایی است که ما تمامی لحظه های مهم، بحران ها، جنگ ها و آزادی مان را سپری کردیم. اینجا مرکز زندگی ما بوده است. ویران شدن این بنا واکنش های بسیاری را در جهان برانگیخته است و رئیسان جمهور ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپا از آن ابراز اندوه زدگی کردند. و نیروهای امنیتی پاکستان میگویند که پس از 15 ساعت درگیری 5 هراس افغان را که در خانه‌ای در منطقه حیات آباد شهر پشاور پاکستان جابجا شده بودند از پا درآوردند. در این درگیری یک پلیس پاکستانی نیز کشته شده است. از توجه و امرایتان به خبرهای این ساعت طلوع سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار. اما نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها در طول نیوز. همگانی شدن فهرست نامهای شرکت کنندگان نشست دوحه. ریاست جمهوری فهرست شرکت کنندگان نشست قطر را پخش کرد. ادامه روند گزینش شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح. هرچند 6 دسته انتخاباتی و شمار از سیاستگران شرکت در لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند، اما روند گزینش شرکت کنندگان این جرگه جریان دارد. خودکشی مردی که بر یک مراسم عروسی تیراندازی کرده بود. در تیراندازی این مرد بر یک مراسم عروسی در ولایت خوست 3 تن جان باختند و 12 تن دیگر زخم برداشتند.
و نابودی بخش از بزرگترین نماد فرهنگی فرانسه در پاریس در نتیجه یک آتش سوزی. مردان مسلح یک مکتب دخترانه را در ولایت فراه انفجار دادند. ریاست معارف فراه میگوید که شب گذشته شمار از افراد مسلح وارد این مکتب شدند و با کارگزاری مواد انفجاری تمامی بخش‌های این مکتب را انفجار دادند. این مکتب دخترانه در مرکز فراه چند ماه پیش نیز از سوی هراس افگنان به آتش کشیده شده بود. بیش از 1000 دانش آموز دختر در این مکتب سرگرم آموزش بودند و قرار است امسال برای نخستین بار دختران از این مکتب فارغ شوند. شمار از زنان دانش آموخته در بلخ با برگزاری یک همایش خیابانی خانه پایان دادن به خشونت ها در برابر زنان هستند. آنان بر حضور گسترده زنان در فعالیت های گوناگون از آموزش گرفته تا فعالیت های اقتصادی و سیاسی تاکید دارند. آنان میگویند که هرچند در 18 سال پسین برای حضور زنان در اجتماع کارهای در خور ستایش انجام یافته است، اما بسنده نیست. اینجا در یکی از مکانهای تفریحی ویژه زنان در مزار شریف شماری از زنان دانش آموخته همایش را از بهر دادخواهی برای پایان دادن به خشونتها در برابر زنان و باور داشتن به توانایی‌های آنان برگزار کردند. ما به خاطر برگزار کردیم که بتونیم یک ایده سازی کنیم بر او بانوهایی که تا هنوز از حق خود آگاه نیستند، بر او بانوهایی که تا هنوز از خانه اجازه برآمدن ندارند. قسمی که دیدید ما تیم ورزشکار از بانوان داشتیم، بانوان قهرمان ما که در فستفوی پلیس هستند، انجینیرها داشتیم، دکترها. این همه را ما به خاطر انسجام دادیم، به خاطر که بتونیم یک ایده سازی کنیم که اینا توانستند دیگران هم میتوانند مثل اینا باشند. فرزانه محمدی بیش از 2 سال است که در ارتش کار میکند. میگوید هرچند پس از سقوط رژیم طالبان فرصتهایی برای دختران و زنان کشور فراهم شده است تا توانایی هایشان را در بخش های گوناگون به نمایش بگذارند، اما هنوز یک شمار زیادی از زنان با خشونت های گوناگون روبرو هستند. هنوز هم این فرصت هایی که برای طبقه اوناس، برای قشر اوناس افغان مد نظر گرفته، هنوز هم به نظر شخصی خودم بسنده نیست، به نظر شخصی خودم نه، بلکه به نظر تمام طبقه اوناس ببینیم بسنده نیست. هنوز هم خشونت ها جریان داره بر نقاط، بعضی نقاط دور دست افغانستان، هنوز هم که از نگاه دیدگاه حکومت یکم دورتر می باشه خشونت ها جریان داره، هنوز هم بسنده نیست. به امید این هستیم که روز تمام حق حقوق طبقه اوناس برشان داده شود. برگزاری نمایشگاه عکس و ساخته های دستی زنان بخشی از این همایش دادخواهی است. بیشتر نیز دختران دانشجو در این همایش شرکت کرده اند. ما به یک قسمت از شهر هستیم که تا اندازه به حقوق خود رسیدیم، ولی او بانوانی که در کوچه کوچه این شهر ما زندگی میکنن و از درد به خود میپیچن، ما صدای اونا را میخواهیم بلند کنیم. اونا باید به حقوق خود برسن. در این میان مسئول شبکه زنان افغان در بلخ میگوید که در 6 ماه گذشته چندین رویداد دادگاه صحرایی در شمال کشور رخ دادند و خشونت های گوناگون بر زنان انجام شده است که نیاز است عاملان این خشونت ها به کیفر رسانیده شوند. ما او کلگی ما همدست شویم، با همدستی و همبستگی میتونیم جایگاه خود پیدا کنیم و با موسی خود دادخواهی کنیم. برای مرد داده نمیشه، به زور گرفته میشه. شرکت کنندگان در این همایش خیابانی تاکید می‌ورزند که به گذشته بر نمی‌گردند و به خشونت‌ها در برابر زنان نمی‌گویند. مسئولان امنیتی ولایت کندز می‌گویند که طالبان با هدف سقوط دادن ولایت کندز حمله کرده بودند، اما با مقاومت سخت نیروهای امنیتی روبرو شدند و به هدفشان نرسیدند. یک مقام امنیتی ادعا می‌کند که طالبان با 3 روز پیش جنگ افزارهای مدرن بر کمربند امنیتی شهر کندز حمله کردند، اما با متقبل شدن تلفات سنگین شکست خوردند. فرمانده پلیس کندز میگوید که بیش از 250 طالب داخلی و خارجی 3 روز پیش بر شهر کندز حمله کردند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند و این حمله شان به عقب زده شد. جنگ صحنه کی څه ولید دا نه فکرم زدا جفا من سر څوک هي، حتی دوی ګوره په دسې مجهز او وسلو سنبال دي چې دغې غږ څوک نه اوري. په دې شرایطو کې خفیفه سله توپنچې نه پورته، یعنی یعنی کلاشکوب ته ورته یا امپورت ته ورته یا کلاکوب ته ورته، هلته د هغې سلا غږ مه ناورید. بنا دا ډېر پیشرفته مدرن تجهیزات دی په لاس کې.
در همین حال جنرال هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع ملی که در قول اردوی 207 پامیر در کندز با خبرنگاران سخن میزد میگوید که طالبان میخواستند به گونه همزمان چندین بخش را در چند ولایت با آغاز عملیات بهاریشان سقوط دهند. یک شب پیشتر شما دیدین که بالای ولسوالی 14 حمله کردند، عقیب زده شدند و شب ما بعدش دیدین که بالای شهر کندز حمله کردند. نه تنها در اینجا، در شهرهای مختلف افغانستان حمله کردند، ولی خوشبختانه پلان دشمن سقوط ولسوالی ها و شهرهای ما شما بود که در هیچ جای کوچکترین دستاورد ندارن به اطمینان برتون. با این حال مسئولان بهداشتی در کندز میگویند که در درگیری های چند روز گذشته 18 جسد به شمول 12 نظامی و 6 غیر نظامی و 94 زخمی به شمول 50 نظامی و 46 غیر نظامی به شفاخانه حوزه این ولایت انتقال یافتند. پس از سرگیری تحریم های امریکا بر ایران، صادرات سمنت ایران به بازارهای کشور بیشتر شده است. اتاق تجارت و صنایع میگوید که در حال حاضر بیشترین سمنت از ایران و تاجکستان وارد بازارها می شود. آنان میگویند که سمنت پاکستانی کمتر به بازارهای کشور وارد می شوند. این در حال است که مسئولان وزارت صنعت و تجارت از ایجاد یک برنامه عملی به هدف حمایت از سرمایه گذاری ها در بخش تولید سمنت در کشور خبر می دهند. افغانستان بازار رقابتی سمنت وارداتی میان ایران و پاکستان. هفته گذشته رسانه‌های پاکستانی گزارش کردند که صاحبان صنایع در پاکستان از کاهش صادرات سمنت پاکستان به افغانستان و وجود رقابت ناسالم شرکت‌های ایرانی در بازارهای افغانستان شکایت کردند. آمارهای رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهد که میزان صادرات سمنت پاکستان در سال 2018 میلادی به افغانستان به گونه چشمگیر کاهش یافته است. ارزش پولی ایران کاهش پیدا کرده در مقابل پول افغانستان و در مقابل اسعار خارجی، بنابراین واردات از ایران ارزان تمام میشه. به این خاطر اویده کسایی که به سمنت نیاز دارن بیشتر به سمنت ایرانی روی آوردن. خپل قیمت به اول که تیتیی کله چې بازار تسخیر کی او خلک د کورنی تولیدات پر ځای باندې د انسایي و دونو او بهرنی هیوادونو تولیدات مخه کی بیا ورسره د خپل خدماتو ورو ورو جګی. آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهد که افغانستان سالانه تنها در حدود 80,000 تن سمنت تولید می‌کند، در حالی که به گفته سخنگوی این وزارت ظرفیت موجود سالانه برای تولید سمنت در کشور به 420,000 تن می‌رسد. در بخش تولید سمنت شناسایی شده که در ولایت سمنگان پیشرفت‌های خوشبختانه صورت گرفته که قریب قرارداد هم صورت می‌گیره و همچنان در آینده‌های نزدیک ما شاید امضای قرارداد در ولایت‌های کندهار، هرات، بغلان و دیگر ولایت‌ها خود بودیم تا که ما بتونیم تولیدات سمنت را بالا ببریم. آمارهای اتاق تجارت و صنایع نشان می‌دهد که در سال 2018 میلادی پاکستان به ارزش 132 میلیون دلار و ایران به ارزش 125 میلیون دلار سمنت به افغانستان صادر کردند. جمعیت کشور در سال روان میلادی با افزایش 2.1% به 32 میلیون و 200 هزار تن خواهد رسید. بر بنیاد گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل و اداره احصایه و معلومات، جمعیت افغانستان در سال گذشته میلادی به بیش از 31 میلیون تن رسیده بود و این رقم در سال روان میلادی افزایش خواهد یافت. از سوی هم اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که از مجموع جمعیت افغانستان 50% آن کمتر از 16 سال عمر دارد. نشر گزارش تازه صندوق جمعیت ملل متحد همزمان با 50 سالگی ایجاد این نهاد. بر بنیاد اطلاعات صندوق جمعیت ملل متحد و اداره ملی احصایه و معلومات، جمعیت افغانستان سالانه 2.14% افزایش می‌یابد که با این حساب تا سال 2050 میلادی جمعیت کنونی کشور دو برابر خواهد شد. رشد اقتصادی ما 2.7% است که با رشد نفوس ما این رشد اقتصادی کفایت نمی‌کند. اداره ملی احصایه و معلومات گزارش جداگانه را در پیوند با ساختار جمعیت افغانستان در سال روان تهیه کرده که نشان می‌دهد از 32.2 میلیون جمعیت تخمینی سال روان 51% مردان و 49% زنان خواهند بود. از این میان 16.2 میلیون تن در کشور به لحاظ اقتصادی وابسته هستند. به طور اوسط با یک نفر دیگه وابسته است. یعنی به این معنا که هر یک از افراد از کشور ما یک نفر دیگه را باید من حیث باردوش حمل بکنه. بر بنیاد اطلاعات اداره ملی احصایه و معلومات، نزدیک به 55% از جمعیت کشور کمتر از 18 سال عمر دارند. افغانستان
افغانستان دومین کشوری است که جوانترین جمعیت را در سطح جهان دارد. سرمایه گذاری در بخش جوانان و نوجوانان برای توسعه پایدار بسیار مهم است. صندوق جمعیت سازمان ملل گزارش امسالش را با شعار تکمیل فصل ناتمام و اطمینان از حقوق انتخاب برای همه پخش کرده است که هدف اصلی آن تنظیم خانواده و حق انتخاب زنان در بارور شدن است. در افغانستان در هر دو ساعت یک زن به علت مشکلات بارداری و زایمان می میرد. در قسمت که باید هر کس هر خانم انتخاب داشته باشه یا حق داشته باشه که خودش انتخاب کنه مادر شوه یا نشوه چند طفل داشته باشه در افغانستان هنوز فکر میکنم بر ما یک خیال است. بر بنیاد گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل جمعیت جهان در جریان امسال با رشد سالانه 1.1% به 7.6 میلیارد تن خواهد رسید و در این بخش افغانستان از کشورهای با رشد بلند جمعیت است. عملی شدن شمار از پروژه های توسعه‌ای در ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان سبب کاهش مشکلات در این ولسوالی شده است. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت میگویند که بعد تازگی کار جغل اندازی یک جاده در ولسوالی خواجه دوکوه جوزجان تکمیل شده است و در کنار آن 16 پل و پلچک نیز در این ولسوالی ساخته شدند که در نتیجه آن پروژه ها بخش از مشکلات باشندگان این ولسوالی در بخش رفت آمد حل شده است. در کنار جغل اندازی یک جاده با درازی 6 کیلومتر در ولسوالی خواجه دوکوه جوزجان ساخته شدن بیش از 16 پل و پلچک در این ولسوالی از پروژه هایی هستند که سبب شده است بخش از مشکلات باشندگان این ولسوالی در رفت و آمد به مرکز ولایت جوزجان حل شوند. بیخید به تکلیف بوده ما مردم بیخید در بدر میشید من مریض باشه یا شفاخانه برم یا دکتر برم بیخید در بدر میشیدم. حال بسیار خوب شد همه سرک جغال شد. در همین حال شماره از باشندگان ولایت جوزجان با استقبال از عملی شدن پروژه های خدمات همگانی در این ولایت از حکومت می خواهند که پروژه های بیشتری را در این ولایت عملی سازد. مشکلات ما آب آشامیدنی است. یکی از مشکلات عمده ما آب آشامیدنی است. آب آشامیدنی درست شیرین نداریم. در اینجا او که می برایت از چشمه یا از حفره چاه ها آب شور است. دریا هم همچنان شاهد حال هستیم که شور است آبش. یک کلینیک ساحوی نداریم. نمینجا اطفال و خانما و همچنان آقایان اینا مریض میشن تا که به شار برسن یا یکی تعدادشان توانایی را ندارن که کرا بتن یا دکتر مراجعه کنن. مسئولان ریاست یو انکشاف دهات جوزجان میگوید که در کنار این پروژه ها کار چندین پروژه دیگر خدمات همگانی نیز در ولسوالی های دیگر این ولایت جریان دارد. کاهش سرمایه گذاری ها در بخش ساختمان در دو سال گذشته سبب افزایش بیکاری در کشور شده است. مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ساختمانی در نشست فرصت های سرمایه گذاری ساختمانی میگوید که در دو سال گذشته سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بخش ساختمان سازی کاهش یافتند. در همین حال وزارت انرژی و آب میگوید که در حال حاضر فرصت های بزرگ سرمایه گذاری های در بخش ساختمانی در کشور وجود دارند. سرپرست این وزارت از شرکت های ساختمانی میخواهد که در پروژه های کشیدن لاین برق در کشور سرمایه گذاری کنند. 11 دور نشست فرصت های سرمایه گذاری ساختمانی در افغانستان با حضور شرکت های ساختمانی از سراسر کشور راه اندازی شده است. در این نشست مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ساختمانی میگوید که سرمایه گذاری ها در بخش ساختمان زمینه های کاروبار را برای مردم فراهم می سازد و باید این سرمایه گذاری ها افزایش یابد. در دو سال اخیر البته ما مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داشتیم. جزا بسیار کمتر شد، سرمایه گذاری کمتر شد، امنیت خرابتر شد و دمیز سبب های نتیجه شی بود که همکاریابی نسبتا کمتر شد و فقر زیادتر شد. علت اساسیش همون نگرانی ها از فساد و عدم شفافیت در پروسه هاست. سکتور خصوصی زمانی میتونه مطمئن شود که سرمایه گذاری بکنه که باید مطمئن باشه که فساد نیست و پروسه ها شفاف است. از سوی هم مسئولان اتحادیه شرکت های ساختمانی رکود بازار خدمات ساختمانی را در کشور از چالش های بزرگ در این بخش میدانند و میگویند که اکنون هم چالش ها در پیمان های دولتی وجود دارند. کلانترین مشکل ما خود حکومت افغانستان است و جمع دونرها است که پول حالا قدر سابق باره نمیتن به حکومت افغانستان و مصارف مردم کم شده داریم.
در این نشست سرپرست وزارت انرژی واب میگوید که فرصت ها در بخش ساختمانی در کشور وجود دارد و این میگوید که آنان چندین پروژه بزرگ را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی روی دست دارند. از شما هم تقاضا میکنیم بیاین در این بخش برنامه 2000 مگاوات وقتی ما اعلان کرده میره به خاطر علاقمندی برای سرمایه حداقل 52 کمپانی خوشبختانه اقتدارش داخلی است، بیشترین شب خارجی پارتنرهای خوبی باشه، شما میتونید به ما شوید. آمارهای سازمان ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان نشان می‌دهد که پیش از سال 2015 میلادی به هزاران شرکت ساختمانی کوچک، میانه و بزرگ در کشور فعالیت داشتند، اما با گفته ای آنان با کاهش کمک‌ها بخش زیادی از این شرکت‌ها با رکود روبرو شدند. وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که امسال در بخش مدیریت آب 48% بیشتر از سال پار از سوی این وزارت سرمایه‌گذاری خواهد شد. وزیر زراعت و آبیاری هنگام امضای پیمان‌های 31 پروژه شبکه‌های آبیاری با شرکت‌های خصوصی می‌گوید که امسال 344 شبکه آبیاری در کشور بازسازی و نوسازی خواهند شد. در همین حال شمار از شرکت‌های پیمانکار می‌گویند که در عملی شدن این پروژه‌های آبیاری نیروهای کار محلی را استخدام خواهند کرد. با نشر این گزارش پس از میان برنامه چند خبر ورزشی تقدیمتان می‌گردد. شب بخیر، خدا نگهدار. وزارت زراعت و آبیاری ایجاد 31 شبکه آبیاری را در 7 ولایت کشور به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد. مسئولان این وزارت هزینه این پروژه ها را بیش از 470 میلیون افغانی میگویند که از صندوق جهانی توسعه کشاورزی پرداخت خواهند شد. تا بتانیم با مدیریت آب بیشتر زمین تحت آب بیاریم و رشد زراعت از این طریقه هم بیشتر تر بسازیم. مسئولان وزارت زراعت میگویند که با ایجاد این 31 شبکه آبیاری بیش از 57,000 جریب زمین در ولایت های کابل، پروان، بغلان، لوگر، ننگرهار، بلخ و هرات آبیاری و از 20% زایات آب در کشتزارها جلوگیری خواهد شد. در همین حال شرکت های پیمانکاری این پروژه ها میگویند که تلاش دارند در جریان عملی شدن این پروژه ها بیشتر نیروی کار محلی را جذب کنند. تعهد میسپاریم که تمام شرایطی قرار داده و مثلا وجه احسن انجام خواهد دادیم. در ولسوالی های دیگه مشکلات امنیتی وجود داره، ولی شرکت ها هم کوشش میکنه و وزارت هم کوشش میکنه که مشکلات امنیتی اونجا حل شه. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که برای مدیریت بهتر آبها در بخش کشاورزی امسال بیش از 344 پروژه آبیاری را در کشور عملی خواهند ساخت. هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب چهره های برتر به تیم ملی تکواندوی بانوان کشور می باشد. تعداد ورزشکاران اشتراک کننده بانوان ما بیشتر از هر زمان دیگر هستند و ما امیدوار هستیم که بتونیم چهره های برتر را انتخاب بکنیم. تقریبا 4 سال شروع کردم تکواندو. اولین مسابقه که رفتم جام فجر بین‌المللی ایران بود. سمیرا احمدی به نمایندگی از ولایت دایکندی در این رقابت‌ها شرکت کرده است. 8 مسابقه را باید بگذرانیم تا اینکه در وزن خود قهرمان تیم ملی شویم و بعدا آرزوی ما هم است که در میدان‌های بین‌المللی پای بزنیم. این رقابت‌ها که 2 روز ادامه خواهد یافت در فرجام 32 ورزشکار در بخش بزرگسالان و 40 ورزشکار در بخش نوجوانان عضویت تیم ملی را به دست خواهند آورد. دو تیم پرهوادار بارسلونا و منچستر یونایتد برای تعیین تیم صعودکننده به نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در شرایط متفاوت رودروی هم قرار می گیرند. از یک سو تیم میزبان خیالش را برای قهرمانی در لالیگا تا حدود راحت کردند و در بازی میان هفته نیز با تمام بازیکنان اصلیش استراحت داد. بعد دیدار نهایی کوپا دل ری رسیده و برای فتح سومین سگانه اش گام برداشته است. نتیجه بازی رفت تضمین برای صعود ما نیست. هدف ما این است که یونایتد به گل نرسد و این که برنامه های من را در زمین به درستی پیاده کنیم. ما همیشه مالکیت توپ و میدان را می خواهیم و فکر ما پیروزی است. اندره ترشتگن در بازبان بارسلونا به ستایش از دیوید دخیا پرداخته و او را یکی از مورهای کلیدی منچستر یونایتد خواهد.
او یکی از بهترین دروازه‌بانان حال حاضر دنیا است. فکر میکنم که او یکی از بهترین فصلهای فوتبالیش را سپری میکند و یکی از مهره‌های کلیدی منچستر در این بازی خواهد بود. اما از سوی دیگر تیم سولسشر در لیگ برتر شانس قهرمانی ندارد و کار بسیار پیچیده هم برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا دارد. وضعیت بگونه ای بود که اولن نتوانست در بازی این هفته مقابل وست هم به ترکیب اصلیش استراحت بدهد و به سختی توانست با درخشش پوگبا از صد وست هم بگذرد. روی کاغذ با توجه به کیفیت فردی بازیکنان و به خصوص نتیجه بازی رفت، بارسلونا شانس بیشتر برای صعود به جمع چهار تیم پایانی دارد. اما سولسشر در نشست خبری پیش از بازی ابراز امیدواری کرد که تیمش نسبت به بازی اول بهتر بازی کند و اگر لایق صعود باشد این اتفاق رخ خواهد داد. خاطره بازی مرحله پیش در برابر پاریس سن ژرمن به ما کمک خواهد کرد، اما بارسلونا در نیوکمپ رقیب دشواری به شمار می آید. ما می دانیم که از نظر مالکیت توپ باید نسبت به بازی رفت نمایش بهتری داشته باشیم، زیرا اگر توپ در اختیار بازیکنان همچون لیونل مسی، لوئیس سوارز یا فیلیپ کوتینیو قرار بگیرد شما مجازات خواهید شد. یونایتد در این بازی ماتیچ را دوباره در اختیار خواهد داشت. منچستر از سال 2011 تا اکنون به نیمه نهایی نرسیده و از آن سو بارسا نیز 3 سال است با شکست تحقیرآمیز از رسیدن به این مرحله باز میماند. فصل در سری ای برای یوونتوس تمام شده است و با وجود قطعی نکردن قهرمانی در هفته جاری، یوونتوس هنوز به قدر اختلاف امتیاز با نوپولی دارد که برای قطعی کردن قهرمانی خود را به آب آتش نزند. تمرکز یووه فقط روی دیدار برابر آژاکس است و بیانکو انری می‌خواهد با موقعیت در این دیدار راهی نیمه نهایی شود تا بتواند همچنان رویای قهرمانی خود در لیگ قهرمانان را دنبال کند. با این حال آلگری آژاکس را تیم قابل احترام خوانده و تاکید کرد تیمش باید مانند دیدار برگشت برابر اتلتیکو بازی کند. نتیجه بازی رفت بر دیدار امشب هیچ تأثیر ندارد و این بازی یک نبرد برای صعود است. باید با همان انگیزه ای که در دیدار برگشت در برابر اتلتیکو مادرید در میدان حاضر شدیم به میدان برویم. احترام بسیاری به آژاکس داریم و باید در زمان بندی حرکت های خودمان دقیق باشیم. از سوی دیگر آژاکس که در لیگ هالند پس از رقابت تن به تن با آیدنهوین به تازگی به صدر جدول رسیده است، میخواهد به شگفت زده کردن دنیا با نمایش زیبای خود ادامه دهد و مطمئناً حذف در یک چهارم نهایی برای آژاکس راضی کننده نخواهد. آژاکس میخواهد با حذف یوونتوس قدرتمند در خانهاش نشان دهد که چگونه تیمی است. با این حال اریک تن هاگ سرمربی آژاکس در ستایش از تیم یوونتوس میگوید: آلگری یک مربی بسیار آماده است و ما فکر میکنیم که آنان در این دیدار بازی متفاوت را انجام خواهند داد، مانند بازی برگشت در برابر اتلتیکو مادرید. این برای ما بسیار دشوار است که بتوانیم به گل برسیم. تیم های آژاکس و یوونتوس دیدارهای را در طول تاریخ برگزار کردند که 2 دیدار در بازی نهایی لیگ قهرمانان بود است که یکی را آژاکس و دیگری را یوونتوس به پیروزی رسیدند. سیزدهمین دور رقابت‌های تنس مسترز 1000 امتیازی مونته کارلو دوشنبه در ثروتمندترین منطقه شاهزادنشین شهر موناکوی فرانسه برگزار شد. در نخستین روز این رقابت‌ها 3 دیدار برگزار شد که در نخستین دیدار دنیس شاپولوف کانادایی در 3 ست مغلوب لیونارد استنف آلمانی شد. در این دیدار هرچند شاپولوف در 7 ست بازیش با نتیجه 7-5 پیروز شد، اما در ادامه و در 2 ست دیگر بازی را با حساب 6-3 و 6-1 به استنف واگذار کرد.